آدم، شهروندی با اندام و هوشی متوسط. دوم مرداد، سالگرد خاموشی خورشید درخشان آسمان ادب میهنمان احمد شاملو است. شاملو در 21 آذر 1304 در تهران و در یک خانواده متوسط متولد شد. به خاطر فعالیت‌هایش علیه دیکتاتوری، یک بار در نوجوانی در سال 1321 در دوران رضاخان و بار دوم در سال 1333 توسط حکومت کودتای محمد رضا شاه دستگیر شد. در دوران حاکمیت آخوندها هم با اذیت و آزار و مانع تراشی در کار مواجه بود. دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. در فعالیت های ادبی شاملو سردبیری مجله های مختلف از جمله سخن نو، خواندنی ها، بامشاد، آشنا، کتاب جمعه، اطلاعات ماهانه، کتاب هفته، مجله فردوسی، سخن روز، هفته نامه خوشه و ایران شهر را بر عهده داشت. از او همچنین ده ها اثر به یاد ماندنی ترجمه شامل رمان، قصه و شعر از بزرگان جهان به جا مانده است. شاملو در زمینه تحقیق نیز سرآمد بسیاری است. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. مجموعه قطعنامه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، لحظه ها و همیشه، بغنوس در باران، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، درها و دیوار بزرگ چین، از هوا و آینه ها، دشنه در دیس، بیقراری های ماهان و در آستانه و برخی دیگر از آثار بیاد ماندنی اوست. وارتان سخن نگفت، وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت. شاملو این شگفت‌ترین پدیده شعری تاریخ معاصر ایران، در ادبیات کودکان نیز آثار بیاد مانده و بی همتایی خلق کرد که با صدای گرم خودش بر روی نوار صوتی زد شده است. در گودترین گودال اقیانوس که قلم رو به ظلمتی جاودانه بود، احمد شاملو در نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی نیز از خود آثاری به جا گذاشته است. آثار شاملو بیش از هر سخن دیگری نظرگاه و بینش انسانی و آزاد منشی او را بازتاب می دهد. او در برابر دو دیکتاتور سازش ناپذیر بود، اما فراتر از همه چیره دستی ها و نبوغ ادبی او، اشعار زیبایش در وصف شهیدان راه آزادی از حنیف نژاد و مهدی رضایی تا وارتان و زیبرم و دیگر مبارزان، او را در ذهن و ضمیر همه آزادی خواهان ایران زنده نگاه داشته است. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. اکنون توجه شما را به دو نامه خاطر انگیز در باره شاملو جلب می کنیم. نامه اول پیام شاعر بزرگ ملی و 12 تن دیگر از شعرا و نویسندگان به مسعود رجوی در 4 خرداد 1360
به مناسبت شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین و نامه دوم پاسخ به شاملو و یارانش از طرف مسعود است. پیام شاملو و جوابی آن را از نشریه مجاهد به تاریخ 7 و 14 خرداد 1360 قرائت می کنیم. پیام 13 تن از نویسندگان و شعرا: مجاهد خلق مسعود رجوی. 4 خرداد روز شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، عبدالرسول مشکین فام و محمود عسکری زاده بنیانگذاران سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران است. یادآوری این روز برای مردم ما و همه مشتاقان آزادی و استقلال ایران فرصتی است در بزرگ داشت خاطره همه شهدای انقلابی خلق و برای شما و همرزمانتان که فعالانه راه آن مجاهدین شهید را می پویید، به ویژه تجدید عهدی است با آرمانهای مردان و زنان از خود گذشته‌ای که برای رهایی ایران به پا خواستند و با ایثار جان خیش سنگ بنای جنبشی انقلابی را بر زمین میهن ما استوار کردند. برای ما فرصتی مغتنم است که در بزرگ داشت این روز تاریخی و این تجدید عهد با شما و همه همرزمان مجاهدتان سهیم و شریک باشیم. علی اکبر اکبری، ناصر پاکدامن، باقر پرهام، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، احمد شاملو، رویا کهربایی، عاطفه گرگین، هوشنگ گلشیری، نعمت میرزازاده، منوچهر هزارخانی، محسن یلفانی. پاسخ برادر مجاهد مسعود رجوی به پیام آقای احمد شاملو و سایر نویسندگان و شعرا: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران احمد شاملو، با سلام های انقلابی، پیام شورانگیز شما و 12 تن دیگر از نامدارترین درخشندگان منظومه ادب و هنر میهن ستمزده ایمان به مناسبت سال روز شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق ایران را دریافت کردم. برای مجاهدین خلق و میلیشیای مردمی و برای همه انقلابیون ایران به طور عام جای سرفرازی است که اکنون بیش از پیش از حمایت شما و سایر دوستانتان برخوردار شدند. اگرچه این مطلب هرگز چیز جدیدی نبوده و از قدیم الایام هر ابراهیمی که قصد گذر کردن از آتش داشت، شما و سایر رزمندگان میدان هنر را در کنار خود می‌یافت. و چه خوب گفته بودید که امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخه‌ای از جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق. او با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید را با استخوان خیش پیوند میزند. پس ما و هر آن کس که مژده شکستن زمستان را در دل می پروراند، حق داریم که مزاحم برساهای ما از تسلیح به دیگر حربه های معنوی خلق بر خود ببالیم و بار دیگر بر بالین شهیدان بالا مقام خلق، تمامی خلق، سوگند یاد کنیم که
همچنان تا قله رهایی سنگر مبارزات عادلانه ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری را ترک نگوییم. مبارزه‌ای که لاجرم در برابر ارتجاع و اپورتونیسم نیز قد برافراشته و خواهان حمایت فزاینده شماست. پس ای حربهای معنوی خلق، شاعران و نویسندگان عادی مقام، اجازه می خواهم از جانب بسیاری از فرزندان خلق قهرمان و محرومی که چه در دوران زور عریان و چه در دوران فریب یک آن نیز دامان ستمکشان را رها نکرده اند، بار دیگر بر نیاز تمامی خلق و نیاز تمامی فرزندان جانبازش بر ضرورت کار انسانی و انقلابی خلاق شما تأکید کنم. برادر شما مسعود رجوی، 5 خرداد 60. در نیست راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با تر خنده ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ.